به نام خدا سلام و عرض ادب خدمت همراهان همیشگی فرادرس من توصیفی هستم مدرس فرادرس و خیلی خوشحالم که با یک آموزش دیگه در خدمت شما عزیزان هستم در این آموزش ما قصد داریم نحوه کار با سامانه میخک رو با هم پیش ببریم برای اینکه وارد سامانه بشید ابتدا در قسمت مرورگر خودتون میخک.mfa.gov.ir رو میزنید و وارد سامانه مدیریت یک پارچه خدمات کنسولی میشید. خب اینجا وارد صفحه اصلی شدید همونطور که میبینید صفحه اصلی از بخشهای مختلفی تشکیل شده ما اینجا فقط میخوایم یک معرفی کلی از بخشهای مختلف داشته باشیم و در ادامه مبحث نحوه ثبت نام و ورود به سامانه و انجام تمام مراحل رو با هم مرحله به مرحله پیش میبریم. ابتدا یک معرفی کلی داریم از خود سامانه سامانه میخک یا همون سامانه تاک سابق سامانه هستش که به وسیله وزارت امور خارجه به وجود اومده تا افرادی که قصد مهاجرت دارن یا افرادی که خارج از کشور هستن راحت بتونن اون فعالیت های کنسولگری خودشون رو انجام بدن فعالیت های زیادی تو این سامانه انجام میشه، خدمات زیادی ارائه میشه که ما به توضیح تک تک اونها میپردازیم. یکی از بخش های این سامانه بخش تایید اسناد هستش. بعضی اوقات باید اسناد رسمی یک کشور در کشور دیگه مثل مدارک تحصیلی مثل اسناد تجاری و مالی لازم هستش که برای اینکه استفاده بشه توی کشور دیگه سندها به وسیله سفارتخونه یک کشور, کشور یا هر دو تا کشور هم کشور مبدا هم کشور مقصد صحتش تایید بشه برای این کار باید یا به وزارت امور خارجه مراجعه کنید یا به نمایندگی های ایران تو خارج از کشور مراجعه کنید که این سامانه اومده این کار رو راحت تر کرده با مراجعه کردن به این سامانه و تکمیل مدارک به راحتی میتونید این کارها رو انجام بدید. بخش بعدی بخش امور گذرنامه هستش میدونیم که هر دولتی برای اینکه شهرونداش بتونن راحت تردد بکنن اجازه عبور داشته باشن بین کشورها باید بهشون گذرنامه بده که این هویتشون رو نشون میده به دلایل مختلف افراد میتونن درخواست گذرنامه داشته باشن ممکنه که مثلا صفحات گذرنامهشون پر شده باشه اعتبارش تموم شده باشه یا به هر دلیل دیگه نیاز هستش که درخواست بدن و گذرنامه بگیرن برای این کار باید به نمایندگی ها مراجعه بکنم یا از طریق این نمایندگی ها کار خودشون رو انجام بدن برای سهولت در این کار میشه از طریق سامانه میخک هم این کار رو انجام داد و با مراجعه کردن به این سامانه و تشکیل پرونده و بارگذاری مدارک میتونیم راحت تر کار خودمون رو بدون مراجعه پیش ببر بخش بعدی این سامانه بخش امور سجلات هستش وقتی که یک فردی متولد میشه میخوان که براش ثبت ولادت و صدور شناسنامه داشته باشن وقتی که میخوان سند ازدواج یا سند طلاق بگیرن یا گواهی فوت بگیرن لازم هستش که به نمایندگی های ایران در خارج از کشور مراجعه بکنن اما باز میتونن با مراجعه کردن به این سامانه به و بدون مراجعه حضوری کار خودشون رو انجام بدن امور دانشجویی هم میپردازه به یه سری از مسائل دانشجویی وقتی که دانشجوها میخوان از تحصیلات دانشجویی استفاده بکنن وقتی دانش آموزا میخوان مدارک خودشون رو تایید بکنن گواهی های آموزشیشون رو تایید بکنن میتونن راحت برن توی این سامانه و کار خودشون رو انجام بدن بخش آخر این سامانه که میخوایم معرفی بکنیم آپوستیل هستش آپوستیل یه راهی هستش که میتونه به صورت بین‌المللی اسناد رو تایید بکنه چون یه سری از اسناد باید از لحاظ اصل بودنشون تایید بشه تا اینکه بتونیم بهشون اعتبار بین‌المللی به بدم برای همین باید گواهی آپوستیل رو بگیرن. و شما میتونید با مراجعه کردن به سامانه میخک از قسمت آپوستیل کار خودتون رو انجام بدید و اسناد و مدارک خودتون رو اصل بودنش رو تایید بکنید خب شما در اینجا با بخش های مختلف سامانه آشنا شدید و متوجه شدید که هر بخش چه خدماتی رو ارائه میده حال قسمت آینده و در بخش بعدی آموزش ما تک تک اونها رو برای شما معرفی می کنیم و به شما میگیم که چگونه میتونیم وارد بخش های مختلفش بشیم و هر بخش اون چه خدماتی رو به ما ارائه میکنه. سلام به بخش دوم از آموزش نحوه کار با سامانه میخک یا مدیریت یک پارچه خدمات کنسولی خوش آمدید. در این قسمت از آموزش نحوه ورود به سامانه و ثبت نام رو با هم پیش میبریم. وقتی وارد صفحه سامانه شدید گزینه ثبت نام یا ورود به سامانه رو میزنید در اینجا از شما پست الکترونیک خواسته شده اون رو وارد میکنید بهتر استش که از آدرس جیمیل استفاده بکنید کد ملی رو وارد میکنید و کد امنیتی پنج رقمی رو که در اینجا میبینید بعد گزینه رمز یک بار مصرف رو میزنید بهتر استش که از این گزینه استفاده بکنید چون که ممکنه رمز ثابت ممکنه که یه زمانی فراموش بشه بهتر استش که از رمز عبوری یک بار مصرف استفاده بکنید در اینجا رمز عبوری یک بار مصرف شما به آدرس جیمیل شما فرستاده شده رمز عبوری رو که برای شما فرستاده شده از قسمت جیمیل خودتون دریافت میکنید و در قسمت مربوط اون رو وارد می‌کنید. میتونید اینجا اون رو کپی کنید و در این قسمت اون رو پز کنیم. کد امنیتی رو هم وارد می کنیم و ورود به سامانه با رمز یک بار مصرف رو کلیک می کنیم. خب من اینجا وارد سامانه شدم. چون قبلا ثبت نام شدم در این سامانه و اطلاعات و خصوصیات شخصی و هویت من در این سامانه ثبت شده، دیگه از من مراحل ثبت هویت رو خواد. ولی برای افرادی که برای بار اول وارد این سامانه میشن، حتما اطلاعات شخصی خواسته میشه یه سری فرم هایی قبل از این مرحله برای اونها باز میشه که من اونها رو در یک فایلی به شما نشون میدم که شما بتونید اگر که وارد سامانه شدید از اون استفاده بکنید ببینید بعد از این که این مرحله رو شما پیش رفتید رمز یک بار مصرف رو و ورود به سامانه با رمز یک بار مصرف رو زدید این کادر برای شما باز میشه کادری هستش که از شما یه سری اطلاعات شخصی رو میخواد نام نام خانوادگی نام پدر و شماره شناسنامه به انگلیسی هم میخواد حتما فیلد هایی که قرمز رنگ هستن البته در اینجا الان مشخص نیستش یه سری از فیلد ها قرمز حتما باید پر بشن تاریخ تولد و مشخصات و کشور محل تولد و خصوصیات مکانی که به دنیا آمدید رو طبق شناسنامه وارد میکنید شماره سریال شناسنامتون رو میزنید این قسمت اون حروف الفا رو مشخص میکنید و وارد صفحه بعد میشید گزینه صفحه بعد رو میزنید بعد از اینکه گزینه صفحه بعد رو زدید یک صفحه دیگه ای براتون باز میشه که نشانی محل زندگیتون رو اگر هر کشوری که هستید محل زندگیتون آدرستون کد پستی و تلفن ثابت محل اقامتتون نوع اقامت که معمولا حالا یا دانشجویی یا اقامت به هر شکلی هست با زدن این فلش اون رو انتخاب میکنید کشورتون رو انتخاب میکنید و مدت زمان اقامت رو به ماه مثلا پنج سال باشه 5 جور در دوازده میکنید و در این قسمت یادداشت میکنید و اطلاعات ارتباطی خودتون رو پست الکترونیک خودتون رو و شماره تماستون رو در اینجا وارد میکنید بعد از این وارد مرحله بعدش میشید و در انتها هم از شما یک سری اطلاعات دیگه میخواد اینجا اطلاعات تماس هستش اطلاعات مربوط به نشانی و آدرس محل زندگیتون هستش با زدن افسودن نشانی اولین گزینه رو میزنید میاد این اطلاعات رو اینجا پر میکنید اسم کشور شهرم، که محل زندگیتون هستش آدرستون کد پستیتون رو وارد میکنید اینجا افسودن اطلاعات تحصیلی وارد میکنید تحصیلاتتون رو میزنید و اینجا اطلاعات تماس هستش با زدن این گزینه فعال میشن پست الکترونیک و تلفن همراهتون رو وارد می کنید و وارد صفحه بعد میشید بعد از اینکه این مراحل رو ثبت کردید یه پیامی روی صفحه میاد که آیا از صحت اطلاعات وارد شده اطمینان دارید اطلاعات برای شما به نمایش داده میشه و شما گزینه بله رو میزنید و ثبت نام میشید خب ما الان وارد این صفحه اصلی شدیم، ثبت نام کردیم و وارد سامانه شدیم. می‌بینید که از بخش‌های مختلفی تشکیل شده. هر کدوم از این بخش‌ها خدماتی رو به ما ارائه می‌کنن. ما اینجا یه توضیح کلی میدیم و در قسمت آینده هر کدوم از این بخش‌ها رو واردشون میشیم و اینکه چگونه میتونیم در اونجا پرسشنامه هاشون رو پر کنیم و فایلمون رو بارگذاری کنیم رو توضیح میدیم. قسمت اول قسمت وکالتنامه هستش. وارد قسمت وکالتنامه میشید. تو قسمت وکالتنامه شما میتونید از یه سری مسائل استفاده بکنید به شما کمک میکنه برای اینکه وکالت نامه تنظیم بکنید برای اینکه تصدیق امضا بکنید گواهی عدم سوء پیشینه رو میتونید اینجا دریافت کنید میتونید درخواست آبرین رو داره و میتونید ازش استفاده بکنید یه قسمتی داره به نام قسمت امور گذرنامه وارد قسمت امور گذرنامه میشیم تو قسمت امور گذرنامه ببینید درخواست گذرنامه هستش درخواست برگه عبور درخواست اجازه خروج دانشجو هستش افرادی که مشمول هستن میخوان اجازه خروج بگیرن میتونن از این قسمت استفاده بکنن امور سجلات از این بخش ها تشکیل شده میتونید در قسمت امور سجلات درخواست شناسنامه بدید ثبت ازدواج ثبت طلاق ثبت فوت ترجمه و تایید گواهی فوت و آبرین غیر مجاز میتونن به این قسمت مراجعه کنن اگر گواهی عدم سوء پیشینه میخواهید میتونید به این قسمت مراجعه کنید میخواید که گواهی ولادت رو ترجمه بکنید و تایید بکنید از این قسمت میتونید استفاده کنید و کپی برابر اصل مدارک خودتون رو هم میتونید از این طریق پیگیری بکنید بخش بعدی اون بخش امور دانش آموزی و دانشجویی هستش در این قسمت همطور که میبینید میتونید پرونده تحصیلی رو درخواست بکنید و اگر بخواید مدارک تحصیلی خودتون رو تایید بکنید میتونید از این گزینه استفاده بکنید قسمت بعدی قسمت حمایت های کنسولی و قضایی هستش. در قسمت حمایت های کنسولی و قضایی شما میتونید گواهی رانندگیتون رو استعلام کنید. اگر میخواید که مدارک درمانیتون رو تایید بکنید میتونید از این قسمت استفاده کنید. اگر میخواید وچی رو انتقال بدید میتونید از این قسمت استفاده بکنید. قسمت بعدی قسمت آپوستیل هستش که در این قسمت شما از این خدمات میتونید استفاده کنید. ثبت درخواست آپوستیل که میتونید که برای یه سری از مدارکتون که میخواید اعتبارهای بین المللی بگیرید میتونید از این گزینه استفاده بکنید. قسمت بعدی امور تابعیت هستش. در قسمت امور تابعیت شما میتونید از خدمات مربوط به این قسمت استفاده بکنید. اگر برای افرادی که زیر 18 سال هستن و پدرشون خارجی هستید میخواید شناسنامه بگیرید از این گزینه استفاده میکنید ولی اگر افراد بالای 18 سال باشند و پدرشون خارجی باشه برای دریافت شناسنامه‌شون میتونید از این گزینه استفاده بکنید. قسمت بعدی آمار فردی و بخش تایید اسناد دانشجویی هستش و درخواست‌های ناقص. برای هر کدوم از این بخش‌ها و استفاده کردن از خدماتشون میتونید وارد هر کدوم از این بخش ها بشید و پرسش ها رو پر بکنید اطلاعات رو وارد بکنید مدارک رو بارگذاری بکنید و بدون مراجعه به دفتر نمایندگی امور اداری خودتون رو پیش ببرید به نام خدا در این بخش از آموزش میخوایم نحوه تنظیم وکالتنامه و تصدیق امضا رو از طریق سامانه میخک پیش ببریم. بعد از اینکه وارد سامانه شدید، قسمت وکالتنامه روی این قسمت کلیک میکنید. خب این صفحه برای شما باز میشه. نوع وکالتنامه‌تون رو ابتدا باید در این فیلد مشخص بکنید. فیلدهایی که به شکل قرمز رنگ هستن حتما باید اونها رو اطلاعاتش رو کامل کنید. مثلا ما میخوایم وکالتنامه فروش خودرو رو انتخاب میکنیم نوع وکالتنامه رو مشخص میکنیم و نمایندگی مورد نظر رو انتخاب میکنیم به عنوان مثال سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در میلان رو انتخاب میکنیم همون نمایندگی که میخواید کار شما در اونجا انجام بشه اطلاعات اون فردی رو که موکل هستش و خود متقاضی باید اطلاعات خودش رو در این قسمت وارد کنه محل سکونت خودش رو به عنوان مثال در کشور اتریش ساکن هستیم عنوان کشور اتریش رو در این قسمت ذکر می‌کنیم بعد از اون شماره تلفن رو وارد می‌کنیم خب بعد از پر کردن این دو تا فیلد که مربوط به موکل و اطلاعات اون هستش باید فردی رو که ما می‌خوایم بهش وکالت بدیم اون اطلاعاتش رو به طور کامل در قسمت مشخصات ذیل پر بکنیم نامش رو وارد می‌کنیم نام فردی رو که به عنوان وکیل انتخاب کردیم فامیلی اون رو می‌نویسیم در این کادر نام پدر و کد ملیش رو در اینجا درج میکنیم بعد از اینکه کد ملی رو در این قسمت نوشتیم شماره شناسنامه تاریخ تولدش رو از این قسمت انتخاب میکنیم به عنوان مثال 76 مثلا انتخاب میکنیم 19 76 محل صدورش رو مثلا به عنوان مثال شهر تهران و شماره تلفن اون رو یه شماره تلفن مربوط به وکیل رو در این قسمت وارد می کنیم و آدرس محل سکونت وکیل رو در اینجا می نمیسیم. متن وکالت رو ببینید برای ما وقتی که شما نوع وکالت نامه رو در اینجا مشخص می متن وکالت در این قسمت مشخص میشه. شما باید مشخصات کامل رو در اینجا تکمیل بکنید. به عنوان مثال اگر وکالت فروش خودرو رو میخواید به شخصی بدید که برای شما در داخل کشور انجام بده در اینجا متن وکالت به این شکل تنظیم میشه شما باید مدل اون خودروی خودتون رو شماره شهربانی شماره شاسی و خصوصیاتی رو که از شما خواسته در این قسمت کامل کنید بعد با زدن این دکمه متن کاملش برای شما اینجا میاد اون رو تایید میکنید و انتخاب میکنید و حدود اختیارات رو هم در این کادر مشخص میکنه با زدن این دکمه به صورت یک متن سبزرنگی برای شما نمایش داده میشه که شما از صحیح بودنش میتونید اطمینان پیدا بکنید در اینجا از شما یک سوالی پرسیده میشه که آیا تمایل دارید وکالتنامه یا تصدیق امضاتون به شخص مورد نظرتون در اداره تایید اسناد وزارت امور خارجه در تهران یا دفتر استانی آن تحویل داده شود خب بر حسب انتخاب خودتون گزینه مورد نظر رو انتخاب میکنید کد امنیتی رو وارد میکنید و بدین ترتیب ثبت رو میزنید بعد از اینکه گزینه ثبت رو زدید الان اینجا چون ما کد ملی که زدیم با اون اطلاعاتی رو که در اینجا وارد کردیم و هم همخونی نداره به ما یک هشداری داده که ساختار کد ملی صحیح نمی باشد که اون رو باید به طور کامل و صحیح وارد کنید بعد از درج کردن تمام این مسائل و پر کردن همه این کادرها شما گزینه ثبت رو میزنید و بدین ترتیب شما میتونید که وکالتنامه خودتون رو ثبت بکنید تصدیق امضای خودتون رو انجام بدید و بدون مراجعه کردن به دفترهای کنسولگری از طریق سامانه میخک این کار رو انجام بدید به نام خدا در این بخش از آموزش میخوایم نحوه درخواست صدور گذرنامه و برگه عبور رو در سامانه مدیریت یک پارچه خدمات کنسولی پیش ببریم. بعد از اینکه وارد صفحه سامانه شدیم، در قسمت امور گذرنامه ما درخواست گذرنامه رو روش کلیک میکنیم و منتظر میشیم تا صفحه مورد نظر ما باز بشه. در این صفحه اطلاعات شخصی ما وارد شده چون از قبل در سامانه ثبت نام کردیم کد ملی نام خانوادگی و جنسیت مشخص شده فقط تنها کاری که ما باید در این صفحه انجام بدیم این که نوع درخواستمون رو مشخص کنیم که آیا میخوایم گذرنامه برای خودمون صادر بشه یا برای فرزندمون من در اینجا گزینه درخواست صدور گذرنامه برای خودم رو انتخاب کردم وارد صفحه بعد میشیم در اینجا از ما یک سری اطلاعات رو درخواست کرده که ما اولین اطلاعات و این فیلدها رو پر میکنیم قسمت اولش نمایندگی که ما میخوایم ازش خدمت رو دریافت کنیم به عنوان مثال سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در میلان رو انتخاب میکنیم مشخصات فردی خودمون رو اینجا به انگلیسی مینویسیم ناممون نام خانوادگی بعد نام پدر و علت درخواست گذرنامه افراد به دلایل مختلفی درخواست گذرنامه میکنن ممکنه که خاتمه اعتبار باشه ممکنه مفقود شده باشه ممکنه صفحاتش پر شده باشه هر گزینه‌ای که مد نظر هستش رو ما انتخاب کشوری رو که در اون اقامت داریم رو از این گزینه انتخاب میکنیم و آخرین مرزی رو که از اون طریق از کشور خارج شدیم و سپس تاریخ آخرین روزی رو که از مرز خارج شدیم رو مشخص میکنیم به عنوان مثال ما مثلا دوازدهم خرداد سال 82 رو انتخاب میکنیم شماره گذرنامه فعلی رو که در دست داریم و میخوایم اون رو تغییر بدیم و تعویض بکنیم رو نویسیم که معمولا یک عدد هفت رقمی یا هشت رقمی هستش اینجا وارد میکنیم تاریخ صدور این گذرنامه فعلی خودمون رو مشخص میکنیم مثلا نه خرداد 1402 هستش و اینکه از کجا صادر شده بعد از اینکه این گزینه ها رو انتخاب کردیم صفحه بعد رو میزنیم در اینجا وقتی گزینه صفحه بد رو میزنید صفحه باز میشه که شما باید مدارک خودتون رو که در اینجا از شما خواسته شده با فرمت JPEG و با حد حجم 300 کیلوبایت اینجا بارگذاری کنید برای بارگذاری مدارک این گزینه سنجاق رو میزنید فایل مربوطه رو از سیستم خودتون که قبلا در سیستم کامپیوتر خودتون سیوش کردید انتخاب میکنید و در اینجا بارگذاری میکنید اینجا پیشنمایش داده میشه این مدارک شامل مدارک اقامتی معتبر هستش صفحات شناسنامه فرزندانتون هستش صفحه اول شناسنامه خودتون صفحات شناسنامه همسرتون صفحه توضیحات شناسنامه کارت ملی عکس پرسنلی و اون صفحه از شناسنامه که حاوی مهر آخرین خروج از ایران هستش و همه این مشخصات و اطلاعاتی رو که از ما خواسته رو ما قبلا آماده میکنیم در سیستم خودمون و بعد از این گزینه استفاده میکنیم و اون رو در اینجا لود میکنیم بعد از اینکه بارگزاری کنیم وارد صفحه بعد میشیم